رابطه جنسی و تولید مثل یکی از حیاتی ترین نیازهای همه موجودات زنده روی زمینه. موضوعی که اگه موجودا بهش کم توجهی کنن با عاقبت وحشتناکی مثل انقراض روبرو میشن. عاقبتی که یه سری از موجودا به خاطر تمایل نداشتن به رابطه جنسی در طول تاریخ باهاش روبرو شدن. سگ‌ها هم از این قانون مستثنا نیستن و نر و ماده‌هاشون باید با همدیگه رابطه جنسی داشته باشن. اما ویژگی خاصی که سگا رو از باقی حیوانا متمایز میکنه اینه که سگ نر و ماده در طول فرایند رابطه جنسی از پشت به همدیگه گیر میکنن و میچسبن. امروز میخوایم مراحل جفتگیری سگا با همدیگه رو شرح بدیم و ببینیم که علت اصلی قفل شدن اونا در همدیگه چیه و چطوری میتونیم اونا رو نجات بدیم. با کنجکاو تیوی همراه باشید. با سلام به همه شما بزرگان، من رامتین هستم و در این ویدیو با شما همراه خواهم بود. معمولا سگای ماده هر 6 ماهی یه بار پریود میشن. هر سیکل بین 2 تا 3 هفته زمان میبره. البته این مسئله توی نژادهای مختلف سگها با همدیگه متفاوته. بعضی از سگا هستن که 3 یا 4 بار در طول یک سال پریود میشن. زمان سیکل پریودی با ترشحات واژن و متورم شدن اون در سگ ماده شروع میشه. معمولا تو این شرایط سگ ماده واژن خودش رو لیس میزنه. این نشون دهنده اینه که سگ ماده آماده جفتگیری و رابطه جنسی با سگ نره. معمولا سگای ماده وقتی که 6 ماهشون میشه دیگه آماده جفتگیری ان. البته متخصصا میگن اونا بهتره که تا سن 15 تا 18 ماهگی صبر کنن تا اندامای داخلی و تناسلیشون به اندازه مطلوب رشد کنه. اگه سگای ماده در سن کم جفتگیری کنن نه تنها مادرای خوبی برای توله هاشون نمیشن، حتی ممکنه اونا رو رها کنن یا بخورن. این موضوع برای سلامتی خود سگ ماده هم مضر میتونه باشه. مثلا ممکنه باعث پوکی استخوان یا کمبود مواد معدنی در بدن سگ ماده بشه. همینطور که تفاوت در نژاد سگ تعداد دفعات پریود شدن یک سگ در طول سال رو کم و زیاد میکنه، روی سن بلوغ سگای ماده و نر هم تأثیر میذاره. مثلا بعضی از نژادهای کوچیک سگای ماده حتی در سن 4 ماهگی هم اولین سیکل پریودی خودشونو دارن، اما بعضی از نژادهای بزرگ حتی تا سن 24 ماهگی هم اولین پریود رو تجربه نمی کنن. در مورد سگای نر هم متخصصا میگن که از 6 ماهگی به بعد برای نزدیکی با سگای ماده آمادن و بدنشون توانایی تولید اسپرم رو داره. شروع روند جفتگیری در بین سگ نر و ماده به این شکل که در ابتدا با هیجان زدگی تمام روی همدیگه میپرن، بعدش در کنار همدیگه قرار میگیرن و با لیسیدن آلت تناسلی و محبل همدیگه و بو کردن اونا به نوعی آمادگی اولیه خودشونو برای جفتگیری اعلام میکنن. سگ ماده برای اعلام آمادگی نهایی خودش برای آغاز عملیات جفتگیری پشت و باسن خودش رو به سمت سگ نر قرار میده و دوم خودش رو کنار نگه میداره. با اعلام آمادگی سگ ماده برای جفتگیری، سگ نر روی اون میپره و دستای خودش رو دور لگن سگ ماده قرار میده تا آلت تناسلی خودش رو وارد محبل سگ ماده بکنه. فشار دادن آلت به داخل ممکنه بین 1 الی 5 دقیقه طول بکشه. دقیقا تو این مرحله است که 2 تا سگ ممکنه به مشکل بخورن. وقتی که سگ نر میخواد به مرحله انزال برسه، آلت تناسلیش متورم، بزرگ و پهن میشه و از اونجایی که سگ یکی از معدود حیوانایی به حساب میاد که توی آلت تناسلیش استخون وجود داره، اینجاست که ماهیچه‌های واژن سگ ماده سفت و منقبض میشه و این موضوع باعث میشه که آلت توی محبل سگ ماده گیر کنه و 2 تا سگ به صورت پشت به پشت به هم بچسبن و قفل بشن. در این حالت اونا شبیه 2 تا سگی میشن که باسنشون به هم چسبیده که یه جورای خنده‌دار به نظر میاد. قفل شدن 2 تا سگ به هم دیگه ممکنه بین 5 تا حتی 45 دقیقه ادامه پیدا بکنه. تو این مدت ممکنه سگ ماده برای فرار کردن از این وضعیت تقلا کنه. اگه تقلای سگ ماده واسه فرار کردن زیادی ادامه پیدا بکنه، اعضای بدن سگ نر ممکنه آسیب ببینن. بنابراین با طولانی شدن زمانی قفل سگ‌ها و از طرفی تقلای سگ ماده برای فرار کردن از این وضعیت، صاحب اونو نباید بترسه، بلکه باید سعی کنه که دوتاشون رو آروم کنه. شاید قفل شدن پشت به پشت سگای نر و ماده خیلی عجیب به نظر بیاد، اما این فرآیند بین سگ‌ها کاملا طبیعی و عادیه. بنابراین توی همچین شرایطی هیچ کس نباید سعی کنه سگ‌ها رو به زور از همدیگه جدا کنه.
چون دست زدن به اونا باعث ایجاد استرس توی وجودشون میشه و این موضوع شدیداً خطرناکه، به طوری که ممکنه باعث شکست شدن آلت سگ نر یا پارگی محبل سگ ماده بشه. از طرفی این فرآیند برای باردار شدن سگ ماده کاملاً ضروریه. بنابراین جدا کردن اونها قبل از طی شدن فرآیند طبیعی، جدای از این که برای سگا خطرناکه، شانس بارداری سگ ماده رو کاهش میده. اگه کسی نمیخواد که سگهاش باردار بشن، باید قبل از این که سگها کارشون به این مرحله برسه، اونا رو از همدیگه دور نگه داره تا رابطه جنسی اصلا شروع نشه. در نهایت اگه سگا بتونن با موفقیت از همدیگه جدا بشن و این قفل باز بشه، دوتا سگ از همدیگه یه خورده دور میشن و از همدیگه کنارگیری میکنن تا برای تمیز کردن بدنشون خودشونو بلیسن. وقتی که مرحله تمیزکاری بدن تموم شد، سگا ممکنه با همدیگه شروع به بازی کردن کنن یا اگه خیلی خسته باشن استراحت کنن. حالا سوال اینجاست که اگه قفل سگها ادامه پیدا کنه و اونا بعد از 45 دقیقه هم از همدیگه جدا نشن، آدما چیکار میتونن براشون بکنن؟ سه تا کار میشه کرد. بهترین راه اینه که به اونا اجازه بدیم تا خودشون جدا بشن و از نظر فیزیکی به اونا فشار وارد نکنیم. اگه قفل موندن دوتا سگ از 1 ساعت بیشتر شد، باید اجازه ندیم که سگا به جای شلوغ و خطرناک برن تا استرس بهشون وارد بشه. آروم آروم اونا رو نوازش کنیم و منتظر بشیم تا دوتاشون آروم بگیرن. این کارا احتمال جدا شدن دو موجود رو بالا میبره. اما اگه با وجود انجام این کارا بازم سگا از همدیگه جدا نشدن و با گذشت زمان فعال، مضطرب و پریشون شدن، اینجاست که باید اونا رو به بند بکشید. بعدش هم اونا رو تحت کنترل قرار بدید و سریعاً با یه دامپزشک تماس بگیرید یا سگ‌ها رو به پیش یک دامپزشک ببرید و باقی کارها رو به شخص دامپزشک بسپارین. حدود 28 روز بعد از این اتفاق، دامپزشک برای تایید باردار بودن سگ ماده باید روی اون معاینه انجام بده. از اونجایی که سگا تو این شرایط ناراحت و اذیت به نظر میان، اگه یه انسانی که تا حالا شاهد یه همچین چیزی نبوده سگا رو توی همچین شرایطی ببینه، قطعا واسهش ناراحت کننده یا حتی دردناکه. اما طبیعت این حیوان اقتضا میکنه که برای باردار شدن و بچه آوردن از یه همچین مرحله عبور بکنه، همونطور که ممکنه موجودات دیگه هم تو این دنیا باشن که شرایط تولید مثل خاص و حتی سختری نسبت به سگ‌ها داشته باشن. بنابراین اگه میخواید نسل سگا روی زمین منقرض نشه، توی کارشون دخالت نکنید و اجازه بدید کارشونو بکنن.